فصل کتاب. ملکوت. نوشته بهرام صادقی. فصل سوم، 13. و عقابی را دیدم و شنیدم که در وسط آسمان می پرید و به آواز بلند می گوید وای وای بر ساکنان زمین. انجیل مکاشفات باب 8:13. آن روز خواهد آمد، آن روز مقدس که فراموشی و شادی همچون عسل غلیظ در کام انسان غم‌زده آب شود و باد راحت در بوستانهای سرسبز و خرم بوزد و شکوفه های جوان و رنگارنگ بهار بر تمامی زمین خشک و تشنه بپراکند و شکوفه های بهارها بر گور تنهای من خواهد ریخت و بر گور معصوم فرزندم و آنها را خواهد پوشاند، زیرا من بنده گناه بودم و این رودخانه شوم در من به بیرحمی جاری بود و من مصب همه ماهیان مرده‌ای بودم که از محیط‌های مسموم و تفزده به سویم سرازیر می شدند و پولک‌هایشان از برفی سیاه می درخشید و من آنها را به گرمی می پذیرفتم و شهد زهرشان در خونم می نشست و می دیدم، به چشم خود می دیدم که نهال دیگری از اعماق جانم سر بر می آورد و بر می کشد و گناه را در من مثل شیره ای در نبات به حرکت در می آورد و مثل بادی بر سینه زمان می خلد و جاویدان می کند. و آن روز را به یاد می آورم که مردم را از پشت پنجره ای می دیدم و او در سرمای خفیف صبحگاهی می لرزید و من با خود می گفتم آیا این اوست که این چنین لاغر و نحیف شده است و در این هوای لطیف شانه ها خم کرده می لرزد؟ و می دانستم که او سرانجام خواهد مرد و گریزی و چاره ای نیست و مرا تنها خواهد گذاشت و این مقدر است. و بر خود گریستم، زیرا مادرم را زیادتر از ستاره ها و آب ها دوست می داشتم. او مایه همه خوبی های من بود و با رفتنش دیو من آزاد می شد و اژدهای گناه در ظلمت جانم از خواب بر می خواست و من می دانستم، اینها را نیک می دانستم. و آن روز را که ناگهان از ترس مرگ برخواستم و نمی دانستم چه باید کرد و اضطراب با دندانهای سبعش قلبم را می مکید و من نمی خواستم بمیرم و می اندیشیدم که آیا باید به زیر خاک بروم و چرا؟ و شبی را که با پدرم و دوستانش بر اسب‌هایشان سوار شدیم تا به شکار برویم و چهره مردانه او در سرخی نور سیگارها عبوس و تلخ بود و فرمان داد که آماده باشیم و به من گفت پسرم، و من ناگهان وقتی در خود احساس کردم که نزدیک بود فریاد بزنم و خودم را از اسب بر زمین بیاندازم و دست‌های خشن پدرم را ببوسم و التماس کنم و بگویم که نمیرد و زنده باشد و همیشه زنده باشد و نگذارد که مرگ بر من چیره شود و مرا هم زنده نگاه دارد، زیرا می‌دانستم که پدرم سرانجام خواهد مرد و این لحظه را دیگر نخواهم دید
و چهره او هرگز در سرخی نور سیگارها عبوس نخواهد بود از این پس، و بلکه در روشنی بی‌حیای روز و یا در سپیدی خاکسترین سحر. و دانستم که همه چیز طعمه مرگ است و به یاد می آورم که باز هم آن صدای خفته پرتنین را در درونم شنیدم که به نام صدایم زد و فرمانم داد که باید این لحظه ها را جاویدان کنی که دیگر بازشان نخواهی یافت، و این رفت ها را منجمد سازی که همیشه به یادگار داشته باشی. و من گوش به فرمان بودم و او گفت باید بسوزانی و رنج بدهی و بکشی. و آن روز را به یاد می آورم که پدرم را به خاک سپرده بودیم و من خاموشوار از گورستان باز می گشتم و بی هیچ وقتی و احساسی بودم و بوی خاک مرده در دهانم بود و زنم و پسر شهیدم که آن زمان خردسال بود پیشا پیش می رفتند و دیگران دوروبرم می لولیدند. آنها را نمی دیدم و فقط چیزی مبهم احساس می کردم، مثل اینکه هوا بود که فشارش کم و زیاد می شد و من ناگهان از آنها کناره گرفتم و پنهان به خانه رفتم. تفنگم را برداشتم و تمام مزرعه های خودم و دیگران را با اسب زیر پا گذاشتم. تا آن هنگام غروب به گندمزاری رسیدم. نوری سنگین و خسته بر من و بر اسبم و بر تفنگ و گندم ها افتاده بود و زمین چنان فراخ و وسیع بود که باز در خود آن حال وقت کشنده را احساس کردم و گریستم، زیرا دانستم که این لحظه را هم گذراندم و دیگر نخواهم داشت و به ناچار طعمه مرگی بی امان و نابهنگام هستم. آنگاه از اسب پیاده شدم و بر فراز پشته‌ای رفتم و نگاه کردم. گوشه به گوشه گندم‌ها را انبوه کرده بودند تا درو کنند و تا دور دست. تا آنجا که نگاه منتظرم یارای رفتن داشت، خرمن‌های طلایی رنگ بود که یا برق می‌زد و یا در تیرگی می‌رفت و یا مثل شبحی هولنگیز بر زمین سایه می‌انداخت. و در همین وقت صدای زمزمه‌ای شنیدم و دانستم کشاورزی است که با خرش به خانه برمی‌گردد. او را می دیدم که از میان سبز راهی پیچاپیچ می گذشت و دم به دم کوچکتر می شد و کوله بارش بر پشتش آهسته تکان می خورد. آیا در آن چه بود؟ و بچه کوچکی بر روی خر نشسته بود و قوز کرده بود. این را می دانستم. می دانستم که مرد دهقان با بچهش و خرش از بازار ده بر می گردد و برای شب و فردایش قند و دود و نفت خریده است و شاید هم پارچه چیت گلدار و قرمزی برای زنش و کفش ساغری پولک نشانی برای دختر دم بختش. و او مثالی نقطه‌ای بود و کوچکتر از نقطه می شد که من از پشت سرازیر شدم و دویدم و گوشه کمین کردم و تفنگم به سویش نشانه رفت و دستم ماشه را چکاند و صدایی برخاست که مرا اندکی به عقب راند و دیگر نقطه های بر سبز راه پیچا پیچ نبود، مگر غبار وحناک غروب که بوی گندم درو شده و علف تازه می داد و صدایی از دور که آهسته آواز می خواند و غم انگیز می خواند و خونی که لابد بر زمین ریخته بود. و من خری را می دیدم که در تاریکی فرار می کرد بیان که بچه رویش باشد. و همه آن وقت ها و ترس ها و اضطراب ها و احساس ها را به یاد می آورم و شبی که خانه ام در آتش می سوخت و شب دیگری که خانه های رعیت هایم در آتش می سوخت و روزهایی که شکو در زیر شلاقم به خود می پیچید. اما در رویا دیدم و رویایی بود که هرگز ندیده بودم و می دانم که دیگر آن روز فرخنده خواهد آمد و
رستاخیز من شروع شده است و باید از میان ویرانه ها برپاخیزم و باز بسازم و آن روز می آید که هر کس خواهد خندید و از مرگ نخواهد ترسید و در این جهان تنها و بیپناه نخواهد ماند و هیچ کس دیگر در آن زمانی که با کودکش آسوده به راه می رود و برای شب و فردایش قند و دود و نفت خریده است و شاید هم پارچه‌ای برای زنش و کفشی برای دخترش هدف گلوله های ناشناس قرار نخواهد گرفت و خونش در تیرگی وسوسه‌انگیز غروب بر زمین سبز بیگناه نخواهد ریخت و طفلش در میان بوته های خار جان نخواهد داد. اما این زمین بیگناه نیست و مادر گناهکاران است و گاهواره همه آتش ها و گلوله ها و خون ها و شلاق هاست و من او را نمی بخشم، زیرا ریشه های درخت من از خاک سیاه او غذا می گیرند و از چشمه های زهرآلود او آب می نوشند و سرانجام در بستر او نخواهند بوسید و من شکایت زمین را به آسمان ها و به ملکوت ها خواهم برد. و آن کس که مرا در رویا بوسید و تاج نور بر سرم گذاشت چنین گفت که از این پس باید دل بر آسمان ببندی و او بی شکل و بی صورت بود و تنها دست های گرمی داشت که بوی مادرم را می داد و زبر بود و او ناگهان بر من ظاهر شد و گرمایی در تمام تنم دوید و من او را آن دیو درونم را می دیدم که می گریزد و می گریزد و آنگاه پاک و طاهر شدم و دیدم که طفلی بیش نیستم و معصوم و بیگناهم و فرزند شهیدم را در آغوش گرفتم و او بر رویم لبخند می زند و قصری بود پر از دالانها و اتاقها که بهار در آن شکوفه کرده بود و در استخرهایش شعله آتش موج می زد و آلاچیقی بود که شمها و قندیلها در آن می سوخت و مجمرها و عودها و نوای ملایم از نامعلوم می آمد و آن وجود مرموز مهربان به صدا در آمد و گفت: آن وجود مرموز مهربان به صدا در آمد و گفت: اینک با ابرها می آید و هر چشمی او را خواهد دید و آواز او مثل صدای آبهای بسیار است. و من گفتم: چه کسی می آید؟ و او جواب داد: همون که باید بیاید. و آنگاه دست بر سر من کشید و بر فرزندم نیز بوسه زد و گفت: نزدیک است آن روز پاک مقدس. و من گفتم: کدام روز و در آن روز چه خواهد شد؟ و او جواب داد: روزی است برای هر انسان که دیگر خوب باشد و دوست بدارد و بدی را فراموش کند و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود. و به من ضعف و رقتی دست داد که احساس کردم در خواب و رویا به سوی مرگ می روم و می خواستم فریاد بزنم، اما زبانم بریده بود و از دهانم خون گرم سفید بر زمین می چکید و فقط در درون خودم بودم که فریاد می زدم و تنین فریادم در کاسه سرم می پیچید و می دانستم که تنها خود آن را می شنود و می گفتم: کجاست آن روز گرامی که بیاید و روح مرا بشوید؟ زیرا که من می خواهم زنده باشم و زندگی کنم، دوست بدارم و ببینم و بفهمم و حرف بزنم
و از مرگ می ترسم و می گریزم که مرا پست می کند، خاک می کند و به دهان کرم ها و حشرات می اندازد. و من می خواهم به خوبی ها رو کنم و بار دیگر هر چیز پاک را از سر بگیرم و باز عاشق بشوم و از همسرم بچه دار شوم و فرزندم را با مهربانی بزرگ کنم و به او روزی که بتواند دشنهی بدهم. و در این لحظه شنیدم بادی سیاه وزید و کسی انگار که در خلأ میخندید و به من اشاره میکرد و پس از آن رویا رو به پایان میرفت. و موجودی بود که صورتی نداشت و شکلی و برای من شکلک در می آورد. مسخره ام می کرد و همه چیز سیاه شد و من بیدار شدم. و همین که بیدار شدم شنیدم کسی به آواز بلند قرائت می کرد و شکو گفت که این قاری پیر است که بیرون کوچه می خواند و برکت می طلبد و گدایی می کند. من از کرخی و سستی رویا بیرون آمدم. عرق سردی بر پیشانیم نشسته بود و شکو را دیدم که نگاهش طعنه زن است و همچنان مسخره می کند و به وضوح تمام شنیدم که در بیرون قاری پیر قرائتش را ادامه می داد. به شکو اشاره کردم و او پنجره های اتاق پانسیون دکتر حاتم را گشود و من توانستم کلمات را تشخیص بدهم. فما الهو من قوت ولا ناصرن.